استاندار واسط ضمن اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از سه میلیون زائر از مرز زرباتیه عراق در امتداد مرز مهران در ایران تردد کردند اعلام کرد در سال جاری با اقدامات انجام شده این مرز ظرفیت تردد 5 میلیون زائر را دارد به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید محمد جمیل المیاهی استاندار واسط عراق شامگاه دوشنبه در آین برافراشته شدن پرچم امام حسین علیه السلام در نقطه صفر مرزی اظهار داشت امروز اعلام می کنیم همه تجهیزات و امکانات برای خدمت رسانی به زوار را به کار خواهیم گرفت. المیاهی در ادامه افزود با همت محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق در دولت مرکزی و دولت محلی زیرساخت ها برای برگزاری اربعینی باشکوک تکمیل شده است و کماکان اقدامات زیرساختی برای بهبود وضعیت ها و مسیرهای منتهی به کربلا، بغداد و نجف ادامه دارد. وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 3 میلیون نفر از پایانه زرباتیه وارد استان واسط و پس از آن راهی کربلا شدند، گفت: امسال زیرساخت های مرز زرباتیه برای تردد 5 میلیون زائر مهیا شده است. و بیش از یک هزار نیروی پشتیبانی در این پایانه به زوار خدمت رسانی می کنند. استاندار واسط خاطر نشان کرد امسال آمادگی داریم همچون سال گذشته بهترین خدمات را به زوار ارائه کنیم و همکنون در حال تکمین ساختمان های اداری و سایبان ها هستیم. المیاهی گفت تعامل خوب بین ایران و عراق موجب خدمات همه جانبه زوار خواهد بود. و های مردم این دو کشور بسیار نزدیک و این ارتباط همیشگی است. وی در پایان عنوان کرد: خانه مردم عراق مهمانسرای سرای زوار امام حسین علیه السلام است و مردم این کشور با افتخار میزبان زائران حسینی خواهند بود. طبق این گزارش ها حضور سیلاسا و گسترده زائران ایرانی از چند روز پیش از طریق این گذرگاه آغاز شده و به همین دلیل طی این مدت مبادلات تجاری از طریق گذرگاه یاد شده متوقف شده تا این مرکز به طور کامل به ورود زائران ایرانی اربعین حسینی به عراق اختصاص یابد شایان ذکر است که گذرگاه مرزی زرباتیه در استان واسط عراق شاهد توسعه گسترده در زمینه خدمات رسانی برای اسکان زائران اربعین حسینی است که پس از درخواست های ارائه شده توسط مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در سال گذشته صورت گرفته است. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام طی درخواست خود به استانداری واسط خواستار توسعه مناسب این گذرگاه برای زائران حضرت سید و علیه السلام شده بود. است که واحد سیار پخش زنده مجموع رسانه ای امام حسین علیه السلام از چند روز پیش در نقطه صفر مرزی مهران مستقر شده و ورود زائران اربعین حسینی را پوشش میدهد.